سلام به کانال مدیا تیوی، خوش اومدید. در این ویدیو عکسای باور نکردنی بازیگران دختری در پشت پنجره رو براتون آماده کردم، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلما ارگچ بازیگر نقش سلن 45 سالشه. او متولد 10 آبان 1357 در آلمان به دنیا اومده. پدرش پزشک و مادرش پرستاره. او 3 سال در رشته پزشکی تحصیل کرده و بعد از آن در رشته های فلسفه و روانشناسی به تحصیل پرداخت. سلما در سال 2000 کار مدلینگ رو آغاز کرد و در سال 2003 درسای بازیگری رو فرا گرفت. از سریال های او میتوان به سریال حریم سلطان، سریال شهرت، سریال آسی، سریال وطنم تویی و سریال آتیه نام برد. انیس آریکان بازیگر نقش مظفر 40 سالشه. متولد 13 دی 1361 در استانبول به دنیا اومده. انیس پدرش به علت ورشکستگی و از دست دادن تمام داراییش سکته قلبی کرده و از دنیا رفته. او کار حرفه‌ای خودش رو در 24 سالگی آغاز کرده و فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشیه. انیس در سال 2019 به همراه بیرجه آکالای موجیگری کرده و از سریال های او میتوان به سریال درخت زندگی، سریال پرستار جسور، سریال پرتگاه و سریال گنجو نام برد. هانده آتایزی بازیگر نقش جانان 50 سالشه. متولد 11 آذر 1352 در بورسا به دنیا اومده. بازیگر و مجری توانای ترک هست. پدر هانده معمار و مادرش نریمان استاد رشته علوم آموزشی هست. هانده در 3 سالگی پدر مادرش از هم جدا شدن. او کار خودش رو با فیلم سینمایی زنهایی که بوی شم میدهن آغاز کرد. از فیلم های هانده میتوان به فیلم سینمایی خانه فرشته ها و فیلم سینمایی مدرسه دیوانه ها اشاره کرد. جیهانگیر جیهان بازیگر نقش هایری 34 سالشه که در شهر آدانا به دنیا اومده. اولین تجربه بازیگری جیهانگیر جیهان بازی در فیلم یوسف در سال 2015 بود. او با حضور در سریال گودال به محبوبیت زیادی رسید. جیهانگیر تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده و 2.5 سال در استانبول به تحصیلات بازیگری پرداخت. سریال های گودال، 01 و شعله های آتش از آثاری هستند که او در آنها به ایفای نقش پرداخته. دوریم یاکوت بازیگر نقش گلجیهان 55 سالشه. او متولد 27 می 1968 در ترکیه به دنیا اومده. فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه آنکارا هست و از سال 1990 با سریال بازار میانی جلوی دوربین رفت. دوریم علاوه بر بازیگری به عنوان تهیه کننده و مربی نیز در مؤسسه فعالیت داشته. تامر لوند بازیگر نقش رافت 73 سالشه. متولد 13 اکتبر 1950 در ازمیر ترکیه به دنیا اومده. او در سال 1356 در رشته تئاتر هنرستان فارغ التحصیل شد و پس از اتمام تحصیلات خود در برخی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت که می‌توان به درخت گلابی وحشی در سال 2018 و خواب زمستانی در سال 2014 اشاره کرد. نور سورر بازیگر نقش فریده 69 سالشه که در 21 ژوئن 1954 در بورسای ترکیه به دنیا اومده و از سال 1971 موقعی که 17 سالش بود با فیلم سیندرلا جلوی دوربین رفت. اولین فعالیت نور سارر در سطح بین‌المللی در سال 1984 با حضور در فیلم سینمایی آینه رقم خورد. از فیلم‌های دیگر او میتوان به فیلم سفر امید، فیلم دنباله، فیلم شب اشاره کرد. فیاض شریف اغلو بازیگر نقش صدا 32 سالشه. متولد 16 مرداد 1370 در ترکیه به دنیا اومده. فارغ التحصیل رشته مهندسی نساجی بوده که از سال 2020 با سریال اتاق قرمز جلوی دوربین رفت و با سریال دختری در پشت پنجره به شهرت رسید.
او علاوه بر بازیگری در زمینه خوانندگی و تبلیغات هم فعالیت میکنه. طغرل طولک بازیگر نقش لون 47 سالشه. متولد 26 سپتامبر 1976 در ترکیه میباشد. فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی هست که با تئاتر شروع کرد و با سریال آولو شناخته شد. طغرل علاوه بر بازیگری به کار ترجمه و نگاشتن نمایشنامه نیز مشغول میباشد. فری بایجوگولر بازیگر نقش دوندو 47 سالشه. متولد 1976 در ترکیه میباشد. فارغ التحصیل رشته تئاتر بوده که از سال 2012 جلوی دوربین رفت و با سریال فاطمه گل شناخته شد. اوج شهرت او با سریال پرنده سحرخیز می باشد. بورجو بیریجیک بازیگر نقش نالا 34 سالشه. متولد 4 مه سال 1989 در آنتالیا به دنیا اومده. او در 17 سالگی در رقابت‌های زیبایی عنوان دختر شایسته منطقه آکدنیز رو از آن خودش کرد. بورجو پس از فارغ التحصیلی در رشته باستانشناسی تصمیم گرفت حرفه بازیگری را دنبال کنه. از سریال های او میتوان به سریال ترانه زندگی، سریال کلاغ سیاه، سریال همه چیز با تو زیباست و سریال ماکسیران نام برد. مروه پولاد بازیگر نقش بیلور 32 سالشه. متولد 20 دسامبر 1990 در ترکیه به دنیا اومده. فارغ التحصیل رشته بازیگری در مقطع کارشناسی ارشد بوده که از سال 2016 با سریال دختر سفیر جلوی دوربین رفت و با سریال تپه شاهین شناخته شد. نیهال منزیل بازیگر نقش حافظه متولد 13 دسامبر 1962 فارغ التحصیل رشته بهداشته که از سال 1993 با سریال همسایه ها جلوی دوربین رفت. حمزه یزیچی بازیگر نقش تاستین متولد 4 فوریه 1992 که از سال 2014 با فیلم پلیس آکادمی آلا تورکا جلوی دوربین رفت و با برنامه گلدور گلدور دیده شد. دوستان عزیزم خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانالم رو سابسکرایب کنید.